این داستان راستگویی. مادر من میرم پیش بچه ها. مواظب خودت باش، دیر نکنی یا. چشم. فیل کوچولو، فیل کوچولو. اومدم دنباله تا با هم بریم بازی کنیم دیگه. راستش باید اول از مادرم اجازه بگیرم. خب اجازه بگی، زود باش. مادر جونم اجازه دارم همراه شیر کوچولو برم؟ کجا میخوای بری؟ میخوایم با هم بریم بازی کنیم. اما تو که هنوز غذاتو کامل نخوردی. اشکالی نداره، آخه نمیخوام دوستم اینجا منتظر بذارم، بعدا میخورم. خب برو مواظب خودت باش. باشه، خدا نگهدار مادر. خدا نگهدار. منو ببین چی کار میکنم. ای وای نکن نکن نکن. منو نده دیگه. ای وای اگه که گیره دیاره بایسا. اونجا رو ببین فیل کوچولو. کجا رو؟ اون طرف یه چیزی لایه علف ها افتاده. تو چی پیدا کردی شیر کوچولو؟ اینو پیدا کردم. ببین چقدر قشنگه. آره مثل اینکه پره پرنده است. آه فهمیدم مال کدوم پرنده است. خب بگو دیگه مال کدوم پرنده است. نوک زبون نمه ها، اما اسمشو الان یادم نمیاد. یادت باشه بعدن که یادت اومد به من بگی. باشه، حالا تو میخوای با این پر چیکار کنی؟ میخوام همراه خودم داشته باشمش. اینطوری؟ آره، الان قشنگتر شدی. سلام بچه ها. سلام بچه ها، ببینید شیر کوچولو چی پیدا کرده. بچه ها قشنگه نه؟ شیر کوچولو، این چیه رو سرت؟ پره پرنده. چقدر رنگ و وارنگه. خیلی بهت میاد شیر کوچولو. حالا پره کدوم پرنده است که اینقدر قشنگه؟ من نمیدونم، اما فیل کوچولو میدونه. خب فیل کوچولو پره کدوم پرنده است؟ میدونم، ولی الان یادم رفته. یادت باشه بعدن که یادت اومد حتما بهم بگی. باشه. پره خیلی قشنگیه، اما حیف. چرا حیف؟ آخه اون پر باید دست کسی باشه مثل من. میشه بفرمایید چرا باید دست شما باشه بچه روبا؟ خب معلومه، برای اینکه اون پر بیشتر به من میاد، چون هیچ کدومتون دومی به قشنگی من نداری. شیر کوچولو، میدونم که اون پرو خیلی دوست داری. آره خب میتونم ازت خواهش کنم یه روز به من بدیش تا به مادرم نشونش بدم؟ فردا اونو بهت برمیگردونم. باشه میدم، اما قول بده که خیلی مواظبش باشی. باشه شیر کوچولو، قول میدم. بچه ها قیافه من چطوره؟ خیلی قشنگه. ممنون، میدونستم این پر با این دم خیلی هماهنگه. خب بچه ها من میرم تا این پر به مادرم نشون بدم. سلام بچه. سلام روبا. روبا پس پر رنگی من کجاست؟ چرا اونو با خودت نیاوردیش؟ چی؟ کدوم پر؟
همون پر رنگی که دیروز از من گرفتی، گفتی به مادرم نشونش میدم فردا بهت برمیگردونه. آها اونو میگی، نمیتونم بدمش. چرا؟ اون پر مال شیر کوچولوئه. باید به شیر کوچولو برگردونی. این رفتار تو خیلی بده روبا. باشه، حالا که پرام نمیخوای برگردونی، منم موضوع به مادرت میگم. خانم روبا، خانم روبا. بله. سلام خانم روبا. سلام شیر کوچولو، چی کارم داری؟ خانم روبا، دیروز پر رنگی قشنگمو به بچه روبا قرض دادم تا به شما نشون بده، اما امروز اومده میگه نمیتونه پرو برگردونه و به هم پسش نمیده. من اون پر رنگی رو دیدم، خیلی قشنگ بود. دیدی؟ بله، اما متاسفانه پسرم نمیتونه اونو به تو برگردونه. آخه چرا؟ واسه اینکه پسرم پر شما رو گم کردی. چی کار کرده پر منو گم آره. کرده؟ اما تو به من قول دادی از اون مراقبت کنی. باور کن خیلی تلاش کردم ولی نشد. پر تو رو باد با خودش برد. هرچی دنبالش دویدم تا بگیرمش نتونستم. باد بردش؟ آره. پس چرا وقتی بهت گفتم پر رنگی منو پس بده نگفتی گمش کردی؟ اینطوری من فکر کردم تو اون پر رو واسه خودت نگه داشتی و نمیخوای برش گردونی. برای همین از تو ناراحت شدم. آخه میدونستم که اون پر رو خیلی دوست داری و اگه بفهمی من گمش کردم حتما با هم دعوا میکنی. شایدم دیگه با من دوست نمونی. به خاطر همین ترسیدم راستشو بهت بگم. اگه راستشو به من میگفتی منو بقیه بچه ها فکر بد درباره تو نمی کردی، چون میفهمیدیم که اتفاقی گمش کردی و تقصیر تو نبود و از تو ناراحت نمی شدیم. یعنی الان از دستم ناراحت نیستی؟ نه که نیستم، چون دوستی ما مهمتر از یه پر رنگیه. حالا برگردیم به بازی چون که بچه ها منتظرن. آفرین شیر کوچولو، تو دوست خوبی واسه پسرم هستی. منم به تو افتخار میکنم. پس بیا بریم پیش بچه ها. بریم. خداحافظ مامان جون. خداحافظ. خدا نگهدارتون بچه ها.